سلام سلام سلام، صبحتون بخیر رفقا، حالتون چطور؟ امیدوارم که امروز هم روزتون رو پر از انرژی عالی شروع کرده باشید. یک بار دیگه مهمون خونه هاتون شدیم، با هم دیگه تمرین کنیم و ادامه روزمون رو پر انرژی بریم که کارامون انجام بدیم. با هم دیگه طبق معمول گرم میکنیم، حرکات اصلی رو انجام میدیم و سرد میکنیم حرکات امروز، حرکات بالاتنه، مخصوصا قسمت عضلات بزرگ سینه و پشت بازو و جلو بازو هست. برای انجام دادن حرکات امروز احتیاج به یک کش داریم. حالا میتونید جایگزین این کش یک چیزی که کشتانی داره مثل لگینگ که اکثر خانم ها این روزا تو خونه دارن، یا جوراب شلواری، هیچ فرقی نمیکنه. اگر هم ندارید هیچ ایرادی نداره، حتی میتونید با یک حوله اکثر حرکات رو انجام بدید. دو تا وزنه یا دمبل کوچولو اگر داشته باشید عالی میشه. به جای اون هم میتونید از شیشه های آب یا قوطی های شامپو استفاده کنید. این بیشتر به خاطر درخواست خودتون هست که خواسته بودین با کش و دمبل بیشتر تمرین کنید تا فشار بیشتری بیاد توی حین تمرین. اما اگر ندارید هم تمرین ها طوری طراحی شده که بدون وسیله هم فشار لازم رو میاره، پس نگران نباشید و با من همراه بشید. بریم که گرم کنیم. پا رو به سمت عقب ببرید، فعلا دست رو داخل نکنید. دست رو به این صورت روی هم قرار بدید و به سمت عقب ببرید. در واقع عضلات سینه رو باز میکنیم با این حرکت. پا رو از کنار باز کنید و دست رو هم باهاش همراه کنید. یک کوچولو به جلو خم شید مثل من. عدد 7 رو با پاهاتون بنویسید یا همون وی انگلیسی رو و دست رو همزمان تک تک بالا بگیرید. گرم کردن برای جلوگیری از آسیب دیدگی و عمل کرده بهتر ماهیچه ها و تاندون ها و مفصلتون خیلی خیلی مهمه. پس هیچ وقت بدون گرم کردن شروع به تمرین نکنید. سعی کنید تمرینای گرم کردنیتون رو به صورت پویا انجام بدین و حرکات کششی رو کمتر توش انجام بدین. دست رو از جلو به کنار میبرید و برمیگردونید. نمیخواد مثل حرکت تورسو کامل به عقب برگردین، تا کنار بدن دست میره و برمیگرد. دست رو به صورت افقی عقب میبریم، کتف ها رو به هم نزدیک میکنیم و عضله سینه رو کامل باز میکنیم. بچه هایی که قوز یا کایپوز دارن روزانه چندین بار این حرکت رو بزنید، به مرور زمان باعث میشه اگر از کوتاهی عضله سینه است قوز کمرتون رفع بشه. What is love?
عضلات پشت بازیمون رو هم گرم کنید. تو رو بزنید. یک کوچولو خم شید به جلو. دست رو 90 درجه بگیرید و عضلات پشت بازوتون رو منقبض کنید رو عقب. خب بریم سراغ حرکات اصلی. اولین حرکت فشار ساعد روی هم و به سمت بالا هست. قبلا همین حرکت رو انجام دادین. کاملا تمرکز کنید روی عضلات دست و سینه‌تون. خیلی حرکت آسونیه بدون ریسک دمبل و وزنه، اما بسیار بسیار سودمند. بریم. 1-2 کامل به هم فشار بدید، بعد ببرید به سمت بالا. همین حرکت رو با فشار کف دست و به سمت جلو انجام میدیم. کامل فشار بدید. تمام عضلات سینه‌ای درگیر میشه تو این حرکت. پنج، چهار، سه، دو و یک. دست رو کنار بدن بگیرید و به صورت 90 درجه به سمت هم میاریم و دور میکنیم. یه مقاومت ریز خودتون ایجاد کنید. اصلا نمیخواد تو این حرکت هم از وزنه استفاده کنید. اما اگه تواناییشو دارید میتونید کشتون رو پشت کمرتون بندازید. خب من این حرکات رو بدون کش و دمبل انجام میدم که شما مطمئن بشید این حرکات فشار میاره. برای خود من که به نسبت عضلات پشت بازو و سینه قوی دارم، تمام این زنجیره رو که میزنم دیگه واقعا آخرین حرکات برام خیلی سخت است اجراش. پس حتما به شما هم فشار میاره اگر مقاومت لازم رو خودتون ایجاد کنید. یه استراحت کوتاه کنید، دستاتون رو آزاد کنید، بریم برای انجام ست بعد از همین حرکت. میتونید دستا رو بکشید عقب، یه خورده عضلات سینه و دستتون رو بکشید. بریم برای انجام ست بعدی. دستا رو روی هم قرار بدین، حسابی به هم فشار بدین و عضلاتتون منقبض. کف دست رو به هم فشار بدید و به سمت جلو هدایتش کنید. دو و یک. سری دست ها رو توی حالت 90 درجه پنج، چهار، سه، دو و دست ها رو آزاد کنید.
کشی که براتون در موردش صحبت کردم اول تمرین کشهای بلندی هست که توی اکثر مغازه‌های ورزشی میتونید پیدا کنید. کوتاه‌ترش هم هست، بلندترش هم هست، رنگ‌های مختلف داره و اون رنگ‌ها مرتبط با زیباییش نیست، در واقع مرتبط به میزان مقاومتی هست که داره. این مثلا نوع خفیفش هست و خیلی سنگین نیست. میتونید بسته ایش رو بگیرید که توی بستهش برای بچه‌هایی که میخوان ورزش رو دائم توی خونه انجام بدن معمولا تمام رنگ‌هاش داخلش هست. بریم برای انجام ست آخر از این حرکت، بعد میخوایم یک حرکت رو با کش انجام بدیم. دست ها رو کاملا به هم فشار میدیم به سمت بالا. تنفس رو فراموش نکنید، از بینی دم و از دهن باز دم. یک، دو، کف دست رو به هم بچسبونید، به سمت جلو فشار میارید. ده، پنج، چهار، سه، دو و یک. دست ها رو 90 درجه. توی باشگاه دقیقا این حرکت رو ما با یک دستگاهی به نام فلای میزنیم یا قفس دستگاه. یه مقاومتی میتونید خودتون ایجاد کنید که واقعا حتی من میبینید که دستم میلرزه، بازوهام انقدر که خودم مقاومت ایجاد میکنم در مقابل برگشت. پنج تا مونده. پنج، چهار، سه، دو و یک. دستاتون رو آزاد کنید. توی استراحت شما من کش رو میارم و حرکت رو بهتون نشون میدم. یه قسمتی از کش رو به اندازه سرشونتون انتخاب میکنید و گردش میکنید. اینجوری میذاردش پشت دستتون و میچرخونید دستو به همین سادگی. اصلا کار پیچیده ای نیستش، فرقی نمیکنه. گفتم این حتی میتونه حوله باشه، ولی خب اون مقاومتی که کش ایجاد میکنه 100% ریز آسیبهای بهتر ایجاد میکنه و برای فرم دهی خیلی خیلی کش بی نظیر. اگر دقت کنید کش توی تمام طول حرکت مقاومتش از بین نمیره و در تمام طول مسیر عضله تحت فشاره، که اگر ببینید بچه‌هایی که هرپیتر هستن حتی وقتی حرکت دمبل یا هالتر رو میزنن کش میندازن تا مقاومت توی حرکت توی حالت نگاتیو حرکت هم روی مایچارشون باشه. آماده هستید؟ دست رو میبرید به سمت بیرون تا برمیگردونی داخل. به همین راحتی این یکی از موثرترین حرکات برای سرشونه، سینه و بازوهاست. دست و پایین بیارید، یه استراحت کوتاه میدیم، برمیگردیم دو ست دیگه از همین حرکت رو میزنید. اگر تازه شروع کردین تمرین با کش رو خیلی دقت کنید که فشار رو روی مفصلاتون نندازید. مثلا تو این حرکت آرنج رو خیلی کوچولو از این قسمت بشکنید و خیلی صاف نگیرید آرنجتون رو. دوباره میگم دست کف دست رو به سقف آسمون، اینجا آسمون واسه شما سقف احتمالا، و بعد یه دور به داخل میچرخونی. میبینید که کش کاملا بسته شده دور دست من و شروع.
یه استراحت کوتاه دیگه و آخرین ست از این حرکت. بعدش میخوایم بخوابیم روی زمین و حرکت رو با دمبل ادامه بدیم. این کشها از وسط یه خط خیلی کمرنگی دارن که میتونید از طریق اون خط وسط کش رو پیدا کنید. الان اگر دقت کنید یا دوربین بتونه بگیره، این خط دقیقاً بین دوتا دست من قرار گرفته و فاصله این برکش و اون برکش این هم هستش. این اگر دقت کنید خیلی دقیق فشار تقسیم میشه روی دو دستتون. خب آماده؟ بریم برای اجرای ست آخر. تنفس رو فراموش نکنید. خب یه استراحت کوتاه میکنیم و تا شما استراحت میکنیم من حرکت بعد رو توضیحشو میدم، بعد میخوابم و براتون انجام میدم. یه دونه یا دو تا دمبلتون رو به این صورت روی هم بگیرید. میخوایم حرکت پرس سینه کمر روی زمین به صورت صاف رو انجام بدیم. من ایستاده توضیح میدم چون اگر بخوابم احتمالاً نویز داره صدام و درست متوجه نمیشید. دست رو میارید روی سینه، دقیقاً روی سینه و برمیگردونید بالا. آرنج رو به بیرون به هیچ شما باز نمیشه. آرنج میاد کنار بدن و برمیگرده بالا. دقیقاً همین حرکت رو روی زمین انجام میدید. با من همراه بشید. اگر دمبل دارید با دمبل، اگر ندارید از کتاب، لپتاپ یا هر چیزی دمتون دم دستتون هست استفاده کنید. خب این همین حرکت رو توی حالت پل باسن میزنیم، یعنی باسن رو توی حالت پل قرار میدیم و دمبل رو میاریم زیر سینه. این بار خیلی هم خوب و عالی توی حالت پل باسن که هستی، حتما عضلات باسنتون رو هم منقبض نگه دارید. اگه آماده اید بریم برای اجرای ست دوم از همین سوپر ست. اول پرس سینه و بعد پرس زیر سینه که در واقع شما بدن رو توی حالت بریج یا پل باسن که نگه میدارید فشار میفته روی عضلات زیر سینه. میتونین از یه دمبل، دو تا دمبل با هم دیگه یا یک چیزی که وزن داشته باشه استفاده کنین، هیچ فرقی نمی. عوض میکنیم.
ست دوم هم عالی انجام دادیم، فقط یه ست دیگه از این حرکت مونده. بعد میخوایم حرکت فلای با دمبل رو بزنیم. میتونید به جای دمبل، تکرار میکنم، از هر چیزی استفاده کنید، هیچ فرقی نمیکنه. آماده اید؟ بزنید فکر. میریم توی حالت پل باسن. برای انجام دادن حرکت بعد، دست‌ها رو جلوی سینه می‌گیرید، یک کوچولو آرنج رو خم می‌کنید، دست کامل باز میشه به سمت زمین و برمیگرده جلوی سینه. دست صافه، فقط همون جوری که گفتم آرنجتون رو قفل نکنید. یک کوچولو، یه شکست خیلی کم توی قسمت آرنجتون داشته باشید. فشار رو کاملا بندازید روی عضلات سینه و این قسمت. یه خورده به سرشونه و دست و جلو بازوتون هم فشار میاد که اون طبیعیه. خب اگر آماده اید بریم برای انجام این حرکت. سه ست انجامش میدیم و بعد میریم برای انجام حرکت پشت باز. این از ست اول، امیدوارم تونسته باشید حرکت رو انجام بدید. اگر وزنه ندارید هیچ ایرادی نداره، همین حرکت رو با ایجاد مقاومت توی ناحیه دست و انقباض هم که انجام بدید تقریبا فشار میاره و اصلا نگران نباشه. بریم برای اجرای ست دوم از همین حرکت. فقط یه ست دیگه از حرکت فلای مونده، اون رو هم انجام میدیم و میریم سراغ حرکت بعد. حتما آب بخورید بین ست ها و بدنتون رو آبرسانی کنید. بریم برای آخرین ست.
بیستید، دمبلاتون رو دستتون بگیرید. اگر دمبل ندارید از کتاب یا هر چیزی برای انجام این حرکت میتونید استفاده کنید. من این حرکت رو توی حالت استراحت شما یاد میدم تا ببینید چجوری بزنید و بعد با هم شروع میکنید. دو تا دمبلتون رو یا یه دونه تکش رو با دو دستتون قسمت پشت سرتون میارید. دست من رو از جلو ببینید، کنار گوش هم قرار میگیره و آرنج هم کامل خم شده. دست رو بالا صاف میکنم و برمیگردونم پایین. به همین سادگی عضلات پشت بازوی خوش فرم و عالی میتونید داشته باشین. البته این حرکت بعدش دو تا حرکت دیگه هست که بعد از اینکه انجامش دادی بهتون نشون میدم، پوش تو گدر و پوش بک هست که قبلا هم انجام دادین. آماده بشید، دمبلتون رو ببرید بالای سرتون. میتونید دستاتون اینجوری تو هم گره کنید، اگر دو دمبل هست که تعادل دمبل ها رو به هم نزنید. در بین حرکت دست از کنار گوش تکون نمیخوره، زاویه یه آرنج تغییر نمیکنه و دست رو صاف کنید و برگرد. و آخری دمبل ها رو بذارید زمین، دست رو به سمت عقب پوش کنید و فشار بدید. دو و حالا رو به هم، کف دست میره به سمت همدیگه، فشار روی پشت بازوه یادتون نره. یه استراحت کوتاه، این زنجیره تأثیر بی‌نظیری داره روی عضلات پشت بازو علل خصوص و عضلات دیگر رو هم مثل سینه و سرشونه و پشت درگیر میکنه. اما مهمترین و اصلیترین عضله ها توی این حرکت عضله سه سر بازویی هستش. خیلی استراحت نمی کنیم تو این زنجیرها، حرکات آسونی هست و تاثیرگذار. پس برای اینکه تاثیرگذاری حرکت رو بیشتر کنیم خیلی بینش استراحت نمی کنیم. دستا کنار گوش قرار میگیره. یک دو و شروع. از کنار وای میستم، همین حرکت رو میزنم. دمبل رو زمین بذارید، پوش بک به سمت هم دیگه، کف دست رو فشار بدید. دستا رو آزاد کنید. شما عالی هستید. امیدوارم که از تمرین کردن با ما لذت ببرید. توی صفحه های مجازی ما را همراهی کنید، دنبال کنید، نظراتتون رو برای ما بنویسید و برای من بنویسید توی چه سطح از آمادگی بدنی هستید و دوست دارید بیشتر توی چه قسمت هایی حرکات مفید بهتون یاد بدم. بریم برای انجام ست آخر از زنجیره برای خوش فرم کردن پشت بازو. آماده ای؟
چهار، سه، دو و یک. دمبل زمین بذاریم، پوش بک و فشار رو کامل الان دیگه باید احساس کنید روی عضلات پشت بازوتون، چون ست آخر. دست ها به سمت هم میره، خیلی هم خوب و عالی. این هم از حرکات پشت بازو. بریم چند تا حرکت خیلی عالی برای تقویت عضلات میان تنه و شکم میخوام بزنم باهاتون امروز. دمبل ها رو کنار بذارید، پا رو از کنار و بعد از روبرو بالا بیارید. اینجوری تمام عضلات ناحیه درگیر میشه، از هر طرف 10 تا دونه میزنیم، مجموعاً 20 تا توی یک ست. آماده هستید؟ دست رو به کمر بزنید از یک طرف یا بذارید پشتتون و این یکی دست رو کنار گوش قرار بدید و خیلی خیلی عالی کمر رو بشکنید. نمیخوام خمشی و از جلو. این حرکت ترکیبی بی نظیره. عوض کنید سمت رو، میتونید یه چند ثانیه استراحت بدیم به پاتون، به خاطر که الان میخواییم وزن کامل بدن رو روی پایی که داشتیم با حرکت رو میزنید بندازیم. آماده دست رو کنار گوش قرار بدید. یه استراحت کوتاه، برمیگردیم روی سمتی که اول شروع کرده بودیم. بعد از این حرکت یه حرکت شکم دیگه میزنیم و میریم برای سرد کردن. آماده ای؟ مطمئنم که آماده ای. دست کنار گوش قرار میگیره، عضله رو درگیر کن خودت، اصلا اجازه نده که عضله شل باشه. باریکلا. آروم پا رو زمین بذارید، یه کوچولو عضلاتش رو آزاد کنیم. میخواین پا رو عوض کنیم، دست رو کنار گوش قرار بدین. یک، دو، برو. جهت آرنجتون رو یه کوچولو باید عوض کنید وقتی میخواین به جلو بیان، ولی از همه چیز مهمتر شکوندن و منقبض کردن عضلات، بقیه‌اش خیلی اونقدر مهم نیست. و البته این چیزی که من خدمتتون گفتم، تا زمانی که شما وزنه سیمکش توی دستتون نیست خیلی حالت دست مهم نیست، اما زمانی که اگر بخواین این حرکت رو
با وزنه بزنید. اگر وزنه پا بخواید بزنید یا دستتون سیمکش یا کش باشه بخواید حرکت رو بزنید، خیلی خیلی جهت آرنج مهمه، به خاطر اینکه باعث آسیب دیدگی ممکنه توی ناحیه سرشونه یا مفصل آرنجتون بشه. پس توی حرکت زدن خیلی دقت کنید وقتی میخواید با وزن حرکت رو بزنیم. بریم برای آخرین اجرا از این حرکت ترکیبی فوق‌العاده. دست کنار گوش، همزمان پا بالا میاد از کنار و بعد از جلو، تمام عضلات شکم موربیتون درگیره. بریم. یه استراحت کوتاه، دست کنار گوش و بزنید بریم. میتونید پا رو اصلا زمین نذارید و میتونید یه تاچ کوچولو با زمین کنید برای حفظ تعادل، بستگی به میزان آمادگی بدن و تعادل. و آخری، خیلی در مورد حرکات شکم سوال میکنید، در مورد تعداد شکم زدن، من اینکه چند روز در هفته تمرین کنید. عضلات شکم و ناحیه کور هم عین بقیه عضلات بدن هست، هیچ فرقی نمیکنه. همون کاری که با بقیه عضلاتتون میکنید با عضلات شکم مبربیتون هم بکنید. تمرین زیاد دادن به ماهیچه‌های شکم و پهلو هیچ کمکی به از بین رفتن چربیش نمیکنه. درسته شما ممکنه ماهیچه بیشتری بسازید و این به مرور زمان بهتون کمک میکنه که توده چربی بدنتون پایین بیاد، اما فکر نکنید اگر 100 تا دراز نشست بزنید چربی شکمتون در آن واحد آب میشه. بریم برای آخرین حرکت از حرکات امروز. روی ساعد قرار بگیرید و تک تک پا رو سویچ میکنیم به سمت سینه. من وقتی پایین میرم صحبت نمی کنم، لطفا حرکت رو با دقت نگاه کنید. یه استراحت خیلی خیلی کوتاه، برمیگردیم ست دوم. بریم برای ست دوم. این حرکت خیلی خیلی حرکت عالی هست، تمام عضلات شکم و ناحیه کورتون رو درگیر میکنه.
یک ست دیگه مونده و بعد سرد می‌کنی. آماده ای؟ قطعا آماده ای. دیگه شما تمام طول تمرین آماده بودین، امکان ندارین سه تا آخر آماده نباشه. بریم. حسابی خسته نباشید، دستا رو بالای سرتون بکشید. مایل میشیم به سمت راست، برمیگردیم بالا و بعد چپ. دست را از کنار باز کنید کامل، میریم پایین، برمیگردیم بالا و سمت مخالف. یک، دو. یه استراحت، کامل کمر رو صاف کنید و بعد میری به سمت مخالف. آروم دست رو جلو بیارید و بیاد پایین. دوباره همین حرکت رو انجام میدیم، عضلات پشت پاتون رو آزاد کنید و بعد برگردیم پایین. دست رو ببرید به سمت مخالف و با دست دیگه مچتون رو بکشید. آرنج رو بشکنید از پشت سر با کمک دست دیگه‌تون، کیستانی ایجاد کنید. یه کوچولو مایل میشیم به همون سمت دستی که داره میکشه، زیر بغلمون هم کش بیاد. خب دست رو عوض کنید. در نهایت دست رو تو هم گره میکنیم و میبریم به سمت پایین. برای بچه های که انعطاف خوبی دارن همین حرکت رو با پای بسته انجام میدیم. اگه انعطافتون کمه نمیخواد دست رو به زمین بزنید. خسته نباشید. من و همکارام در شبکه دیدی تیوی خیلی خیلی خوشحالیم که هر روز صبح مهمون خونه های شمایی و از شما انرژی و نیرو میگیریم. مرسی از نظرهای عالی که برای ما چه به صورت مستقیم توی دایرکت یا به صورت کامنت زیر پستامون مینویسیم. ما هم خیلی شما رو دوست داریم و روی ماهتون رو میبوسم. خدا نگهدار.